مسلمان باید تقلید به آسیه کند. قارای عزیز، قرآن برای ما داستان یکی از زنهای کافر می بیارد که شوهرش کافر بود، فرعون کافر بود که از غرور پادشاهی، از غرور سلطنت و از غرور حکومتداری دعوای خدایی کرد، مانند که امروز دعوای خدایی دارند. چی خواهد کجا که خواهد چی کار خواهد کردی استاده است؟ ویم دعوای خدایی داد. اما پروردگار در خانه و همسر او را آسیه را هدایت کرد و به اسلام مشرف شد. قرآن حکایت میکند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. این تمثیل خدا برای آن میبیارد که امروز اکثر مردهای مسلمان و زنهای مسلمان میبینند که اکنون دنیا هم تو شده است چیکار کنه. وقتی کدام مادر گویی که برای چی دخترت کرتی آستین کلت پوشیدن من نمیتونی، میگه تقصیر چیکار کنه، دنیا هم تو شده است. خدا این تمثیل برای من میبیارد که ای مادر مسلمان، ای پدر مسلمان، ببین فرعون که سخت‌ترین کافر بود، دشمن خدا بود، دعوای خدایی میکرد، در خاندانش زنی داشت آسیه. وقتی که او مسلمان شد، وقتی که او حضرت موسی را ایمان آورد، وقتی که صفت جنت از موسی شنید، همه آرایش و همه زرق و برقی پادشاهی فرعون دیگر پرد داد. در خاندان فرعون بود، اما برای خاطر ایمان از بحر تخت و تاج گذشت، برای خاطر ایمان از بحر تنگ و تلا گذشت، برای خاطر ایمان از لباس شاهانه فرعون گذشت. فرعون نتانست او را از ایمانش جدا کند. وقتی که فرعون لعین فهمید که زنش مسلمان است، او را اول زاره کرد، اول به خوبی فهماندش، اول چیز بسیار وعدش کرد. وقتی که دید آسیه از این راه نمی گردد، فرمان دادش که بری چارمیخ کنی. چارمیخ کردن، چارمیخ میدانه، چارمیخ زدن و دست و پاشه چار طرف ترن کشید و بستن در آفتاب سوزان مصر. بالای سرش فرعون با جلادش استاده بود، تهدید میکرد، بگو گرد از این قولو، از پیروی موسی گرد، من خدا گو. اما آسیه باشد نگاه به فرعون نمی کرد، آسیه باشد نگاه به فرعون نمی کرد، چشم به سوی آسمان می دوخت. حضرت سلمان فارسی، حسن بصری می گوید وقتی که او رو با تازیانه می زدن، وقتی که او رو بیل سرخ کرده در تنش می داشتن، با آسمان نگاه می کرد به پروردگار، درهای آسمان می گوید کشاده شده بود، پرده از پیشی چشمش برداشته شده بود، قصر جنت می دید زیباییشان، عذابش دادن. اما از راهش نگشت. فرعون لعین گفت سنگی کلانی بیاره در بالاش پرتایی. با وجود این از ایمان نگشت. مادرای مسلمان آسیه پادشاه بود، شوهرش تخت و تاج داشت، از ایمانش نگرداند و رو. شما رو چگونه دنیای غرب ما رو حالا که مجبور نکرده است، فقط ما رو فریب داد استاده است، چگونه ما خمون از کفای بیرق استادیم؟ ما میگن که دنیا بنابرای باید زنی مسلمان تقلیدی به فاطمه کنند. فاطمه دختری پیغمبر خداست.